تایید گروگانگیری توسط وزارت حقوق بشر عراق و تکذیب توسط سخنگوی مالکی. خبررسانی هراسان وزارت اطلاعات آخوندها در مورد بازداشت 7 تن از اعضای مجاهدین توسط حکومت عراق و پرهیز از قبول انتقال آنها به ایران. سخنگوی وزارت به اصطلاح حقوق بشر عراق کامل امین روز پنجشنبه 21 شهریور 12 سپتامبر در گفتگو با رادیوی عراق آزاد ضمن اظهاراتش راجع به انتقال 42 مجاهد اشرفی به لیبرتی راجع به 7 گروگان روبوده شده از اشرف اعلام کرد این افراد در جریان انتقال به نیروهای امنیتی حمله می کنند. به این خاطر اقدامات قانونی در مورد آنها اتخاذ شده و موضوع چیزی بیش از اتخاذ اقدامات قانونی نیست. این مسائل همیشه تحت نظر و مسئولیت قوه قضاییه است. تم به حدود 42 شخص تم نقلهم الى معسكر الحريه اللي هو في بغداد لقرب مطار بغداد الدولي. وسيجري التحقيق لمعرفة ملابسات هذا الموضوع. أما قضية الاعتقال أو التوقيف بالتأكيد يعني هؤلاء الأفراد أثناء عملية نقلهم يتجاوزون على قوات الأمنية، لذلك تتخذ إجراءات قانونية. يعني القضية لا تعدو عن أكثر اتخاذ إجراءات قانونية. دائما هذه المسائل تكون تحت نظر ومسؤولية السلطة القضائية. رادیو عراق آزاد که متعلق به آمریکاست و سالهاست به زبان عربی برای عراق برنامه پخش می کند، عیناً همین خبر را در سایت خود منتشر کرد. سایت رادیو عراق آزاد 21 شهریور 92 ساعت 16:37 دقیقه اعضای سازمان مجاهدین خلق قرارگاه اشرف را ترک کردند. رادیو عراق آزاد: باقی مانده اعضای سازمان اپوزیسیون مجاهدین خلق در قرارگاه اشرف در استان دیالی در پی کشته شدن حدود 50 تن از آنها در هفته قبل این قرارگاه را ترک کردند. سازمان مجاهدین نیروهای امنیتی عراق را به این کشتار متهم کرد، در حالی که مقامات عراقی دست داشتن در این اقدام را تکذیب و اعلام نمودند که یک نزاع داخلی در داخل این قرارگاه منجر به این تعداد قربانی شده است. قابل ذکر است که در اقدامی که با استقبال وزارت خارجه آمریکا مواجه شد، 42 تن از اعضای این سازمان به قرارگاه آزادی در نزدیکی فرودگاه بغداد منتقل شدند. در حالی که سازمان مجاهدین اعلام کرد که 7 تن از اعضای این سازمان در جریان این انتقال ربوده شده اند، کامل امین سخنگوی وزارت حقوق بشر اعلام کرد که نیروهای امنیتی این افراد را به علت حمله بر علیه خودشان دستگیر کردند. به این ترتیب پس از 11 روز تکذیب، وزارت حقوق بشر عراق ناگزیر مسئولیت ربودن 7 عضو سازمان مجاهدین خلق ایران را پذیرفت و اعلام کرد 7 عضو مفقود مجاهدین در بازداشت نیروهای امنیتی هستند. اما از فرط درماندگی علت دستگیری آنها را حمله به نیروهای امنیتی ذکر کرد. این در حالی بود که در روزهای گذشته 7 گروگان با لباسهای آبی رنگ زندان در مقر لشکر موسوم به لشکر طلایی مالکی که مردم عراق آن را لشکر کثیف نامگذاری کرده اند دیده شده بودند. خبررسانی وزارت اطلاعات آخوندها درباره بازداشت 7 تن از اعضای مجاهدین توسط حکومت عراق و تکذیب سخنگوی مالکی. سایت اشرف نیوز متعلق به وزارت اطلاعات آخوندها جمعه 13 سپتامبر 2013 22 شهریور 1392: بازداشت 7 تن از اعضای سازمان خلق به دلایل قضایی. منابع مطلع در دولت عراق به گزارشگر سایت اشرف نیوز گفتند که دولت 7 تن از اعضای سازمان تروریستی خلق را به دلایل قضایی بازداشت کرده است
و اضافه کردند تحقیقات از آنها به دلیل جنایاتی که در استان دیالی مرتکب شده اند در جریان است. وزارت اطلاعات آخوندها در ادامه خبررسانی خود می افزاید: از سوی دیگر علی الموسوی سخنگوی نخست وزیر عراق هر گونه اطلاع از 7 فرد دستگیر شده را تکذیب کرد. در همین حال رادیو عراق آزاد بار دیگر از بازداشت 7 تن از اعضای مجاهدین توسط دولت عراق به دلایل قضایی خبر داد. سایت رادیو عراق آزاد: اعتصاب قضای اعضای مجاهدین خلق ایران 12 سپتامبر 2013. اعتصاب قضای اعضای سازمان اپوزیسیون مجاهدین خلق برای درخواست تأمین حفاظت از خودشان و آزادی اعضای دستگیر شده این سازمان وارد روز 11 شد. در این حال دولت عراق اعلام کرد که 7 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق را به دلایل قضایی بازداشت کرده است. از تایید و تکذیب های وحوش و ارگان های مختلف عراق و همچنین پاسکاری بین آنها و اطلاعات آخوندها به وضوح پیداست که جنایتکاران تحت فشارهای بین المللی در موضوع گروگان ها به دام افتادند و از این رو در حالی که وزارت حقوق بشر عراق تایید می کند سخنگوی مالکی شتابان به تکذیب می پردازد و رژیم ایران نیز از قبول انتقال گروگان‌ها به ایران اکیداً پرهیز می‌کند. این در حالی است که خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران خواستار اقدام فوری وزیر خارجه آمریکا، دبیر کل و کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد و صلیب سرخ بین‌المللی برای آزادی بلادرنگ 7 گروگان شد و به یاران اشرف نشان و متحسنین و اعتصابیون در کشورهای مختلف جهان و به ویژه مجاهدان لیبرتی درود فرستاد و از همه هموطنان و پشتیبانان مقاومت خواست به کارزار خود تا آزادی گروگانها ادامه دهند. وزیر گشتاپوی آخوندها: آنهایی که فریب این گروهک را خوردند و سالها زندگی را در دربدری، آوارگی و حسر فکری تجربه کردند، اکنون به عقل خود مراجعه کنند و به آغوش ملت مسلمان ایران در اطلاعات آخوندها بازگردند. خبرگزاری حکومتی ایلنا، رژیم آخوندی، 21 شهریور 92. وزیر اطلاعات در جمع خبرنگاران: فریب خوردگان اگر دستشان به خون انسانی آلوده نیست بازگردند. وزیر اطلاعات گفت: آنهایی که فریب این گروهک را خوردند و سالها زندگی را در دربدری، آوارگی و حسر فکری تجربه کردند، اکنون به عقل خود مراجعه کنند و در صورتی که دست آنها به خون انسانی آلوده نیست از گذشت ملت ایران استفاده کنند و به آغوش ملت مسلمان ایران بازگردند. وزیر اطلاعات گفت: کار گروهک جنایتکار ترور انسانهای مظلومی بود که حاضر نشدند زیر بار ظلم و ستم بروند. آقای سید محمود علوی در جمع خبرنگاران افزود: فروپاشی قرارگاه اشرف تجلی ارادی مظلومین عراق بود که هم انتقام خون به ناحق ریخته مردم عراق رو گرفتن و هم مرهمی بر زخم‌های بیشمار مردم ایران اسلامی نهادن که از ددمنشی‌های این گروهک زخم‌های بیشماری رو بر تن خودش داشت. ما این اقدام قهرمانانه ملت عراق رو به مردم اون کشور و همچنین ملت ستمدیده ایران اسلامی تبریک میگیم و خدا رو بر این پیروزی دو ملت عراق و ایران سپاس می‌گذاریم. وزیر اطلاعات از فریب خوردگان نادم که دست آنها به خون انسانی آلوده نیست خواست به آغوش ملت مسلمان ایران بازگردند. اگر دستشون به خون انسانی آلوده نشده به آغوش ملت مسلمان ایران برگردند، از گذشت و بزرگواری ملت ایران برخوردار بشن و در دامان ملت ایران
زندگی انسانی خودشون رو دنبال بکنن و به این دربدری خودشون پایان بدن. قدردانی وزارت خارجه رژیم از وحوش و سگهای زنجیری در عراق به خاطر اعدام دست جمعی مجاهدین. قدردانی ایران از عراق درباره منافقین. جمهوری اسلامی ایران پیشتر در چندین نوبت به نماینده سازمان ملل متحد در عراق درباره تداوم حضور اعضای این گروهک تروریستی در اردوگاه اشرف و شرارت‌ها و ماجراجویی‌های آنها هشدار داده بود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، وزارت امور خارجه کشورمان در بیانیه‌ای با ابراز خرسندی از بسته شدن اردوگاه نظامی اشرف و اخراج کامل اعضای گروهک تروریستی منافقین از این اردوگاه، از تلاش‌های دولت عراق در این باره قدردانی کرد. متن این بیانیه به شرح زیر است. جمهوری اسلامی ایران پیشتر در چندین نوبت به نماینده سازمان ملل متحد در عراق نسبت به تداوم حضور اعضای این سازمان تروریستی در اردوگاه اشرف و شرارت‌ها و ماجراجویی‌های آنها هشدار داده بود. اقدامات این سازمان تروریستی و برخی حامیان شناخته شده آنان در اتهام زنی به دیگران، از جمله درگیری‌های اخیر اردوگاه اشرف نیز نمونه‌ای از این توطئه‌ها و ماجراجویی‌های آنان است. جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر حمایت از تلاش‌های سازمان ملل متحد و دولت عراق در اخراج سریع‌تر اعضای این سازمان تروریستی از اردوگاه موقت ترانزیت، مسئولیت حقوقی و قانونی کشورهای حامی این سازمان تروریستی را یادآور شده و بر ضرورت قطع پشتیبانی مادی و سیاسی آنان از این گروهک تروریستی تأکید می‌کند. وزارت خارجه کشورمون هم در بیانیه‌ای با ابراز خرسندی از بسته شدن اردوگاه نظامی اشرف از تلاش‌های صادقانه دولت عراق در این باره قدردانی کرد. در این بیانیه اومده جمهوری اسلامی ایران بارها به نماینده سازمان ملل در عراق درباره تداوم حضور و ماجراجویی اعضای این سازمان تروریستی در اردوگاه اشرف هشدار داده بود. در این بیانیه ضمن تاکید بر حمایت از تلاش‌های سازمان ملل و دولت عراق در اخراج سریع‌تر اعضای این سازمان تروریستی از اردوگاه موقت ترانزیت، بر ضرورت قطع پشتیبانی مادی و سیاسی و مسئولیت حقوقی و قانونی کشورهای حامی این سازمان تروریستی تاکید شده. سخنگوی مجاهدین درباره عربده‌های رژیم کثیف آخوندی و وحوش و سگ‌های زنجیری آن در عراق و تمام بوزینگان نظام که در این سو و آن سوی جهان با ریش و تسبیح یا با ادا و اطوار فرنگی در بلندگوهای استعماری به پارس کردن علیه مجاهدین پرداختند، گفت سوزش ولی فقیه ارتجا و وزارت شکنجه و جاسوسی از دست نیافتن به هدف اصلی در قرارگاه اشرف بسیار قابل فهم است و از این رو آنان بسا بیشتر از این باید یقه بدرانند و سینه چاک بدهند. اما مردم ایران با مجاهدان قهرمان و ارتش آزادی ستان در چارچوب مؤسسان چهارم به راه پرشکوه خود تا گسستن بند از بند رژیم کثیف ولایت فقیه و کوتاه کردن دست ایادی ارتجا و استعمار و ریشه‌کن کردن آنها از ایران زمین ادامه می دهند. سخنگوی مجاهدین افسود قاتلان جنایتکار در هر لباسی و به ویژه در لباس آخوندی و پاسداری می توانند مطمئن باشند که حساب یک به یک این خونها را مانند لاجوردی و صیاد شیرازی و آخوندهای ترکیده از قبیل صدوقی و دستغیب و اشرفی اصفهانی و هاشمی نژاد و آخوند مدنی پس خواهند داد. مرگ ظالمان، 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 تخت بیان، بیان، بیان.